با نام یاد خدا عرض سلام دارم حضور شما محصلین عزیز. آرزو می کنم که سالم و تندرست باشیم. ما امروز سومین جلسه از مضمون اقتصاد زراعتی با هم پیش می بریم. اگر خاطر شما باشه ما در دو جلسه اولی که داشتیم روی اساسات علم اقتصاد صحبت کردیم و گفتیم که قبل از اینکه ما وارد خود بحث اقتصاد زراعتی بشیم نیاز هست که با اساسات علم اقتصاد آشنایی پیدا کنیم. در این جلسه هم که سومین جلسه ما هست ما با نظام های اقتصادی آشنا میشیم و بعد از وارد بحث اصلی ما که اقتصاد زراعتی هست میشیم. به روال جلسات قبل همچنان انتظار میره که محصلین به مطالعه جانبی بپردازن، به این معنی که علاوه بر اینکه چپتر و سلایت ها رو مرور میکنن و میخوانن در مورد مطالبی که مطرح میشه سعی کنم مطالعات دیگری از مقالات و کتاب ها داشته باشم و به همین منظور هم به تعدادی منبع مطالعاتی در اختیار محصلین قرار خواهم داد. در ختم این سلایت ها هم مثل جلسه اول و دوم تعدادی سوال مطرح شده که محصلین با پاسخ دادن به این سوالات به نحوی مورد ارزیابی در ارتباط به جلسه امروز قرار خواهند گرفت. فهرست مطالب امروز ما شناخت کلی هست از نظام های اقتصادی و ثروت و همچنین اقتصاد زراعتی. نخست شناختی کلی از نظام های اقتصادی. نظام های اقتصادی به طور کل میشه به سه دسته تقسیم کرد: نظام اقتصاد سرمایه‌داری، نظام اقتصاد سوسیالیسم و نظام اقتصاد اسلامی. ما مروری کلی هر سه اینها با هم خواهیم داشت. ابتدا نظام اقتصاد سرمایه‌داری که به این کاپیتالیسم، نظام اقتصاد بازار محور و نظام اقتصاد بازار هم گفته میشه. نظام سرمایه‌داری طرفدار مالکیت خصوصی ابزار تولید هست. به این معنی هست که در این نظام ابزار تولید همه در دست مالکیت‌های خصوصی، شرکت‌های تولید کننده و افراد قرار داره و دولت هیچ مالکیتی در حصه ابزار تولید نداره. بقیده پیروان این مکتب قیمت‌ها در بازار آزاد تولید و مصرف را تنظیم متعادل می‌گردانند. همچنین دولت‌ها در قسمت تعیین و مشخص کردن قیمت‌ها هم هیچ نقشی نداره و قیمت‌ها هم از سوی تولید کننده ها به اساس تقاضای بازار تعیین میشه. در چنین میدانی افراد و شرکت‌ها وارد عمل میشوند و شروع به رقابت میکنند. اگر بخوایم سه ویژگی خیلی مهم نظام اقتصاد سرمایه‌داری رو بگیم اینها هست که در ابتدا دولت هیچ مداخله‌ای نداره در قسمت تولیدات و تعیین نرخ‌ها و اینها. ویژگی دوم این هست که ای آزادی عمل به وجود میاد. تولید کننده ها آزاد هستند که هر چیزی که می‌خواهند به هر قیمتی که می‌خواهند و به هر شکلی که می‌خواهند تولید کنند که در نتیجه این سبب به وجود آمدن ویژگی سوم که رقابت هست میشه. به طور کل در نظام اقتصاد سرمایه‌داری عدم مداخله دولت، آزادی عمل خود تولید کننده و مالکیت های خصوصی و همچنین رقابت بسیار مهم هست. اما در مقابل نظام اقتصاد سرمایه‌داری نظام اقتصاد سوسیالیستی قرار داره. سوسیالیست ها به این عقیده هستن که نظام سرمایه‌داری سبب به وجود آمدن بی‌عدالتی در اجتماع میشه و جامعه به سمت طبقاتی شدن میبره. طبقاتی شدن از لحاظ سوسیالیست ها به این معنی هست که در یک اجتماع سرمایه و ثروت در دست یک اقلیت کوچک قرار میگیره که تولید کننده ها باشن و متباقی افراد جامعه که اکثریت اجتماع تشکیل میدن در فقر به سر میبرن. نظام اقتصاد سوسیالیستی پیشنهاد میکنه که ابزار تولید از انحصار افراد و مالکیت‌های خصوصی خارج بشه و در دست دولت که نماینده مردم هست قرار بگیره و دولت به عنوان نماینده مردم از ابزار تولید که زمین و آب و جنگل باشن بهره برداری انجام بده. کاملا مخالف با نظام سرمایه‌داری که نقش دولت رو کلاً نظام سرمایه‌داری هیچ می‌کرد، نظام سوسیالیستی به این عقیده هست که دولت حتما باید مداخله داشته باشه و ابزار تولید در دست خود دولت قرار داشته باشه. اما باید متوجه بود که در حال حاضر در هیچ کشوری نیست که 100% نظام سرمایه‌داری یا 100% نظام سوسیالیستی جریان داشته باشه.
بلکه ترکیبی از این هر دو هست که به عنوان نظام اقتصاد مختلط یاد میشه. خود نظام اقتصاد مختلط اگه خواسته باشیم تعریف کنیم، عبارت از نظامی است که مرکب از عناصر اقتصاد بازار و اقتصاد برنامه‌ای یا سوسیالیستی هست. منتها میزان ایفای نقش نهاد بازار نهاد دولت از کشور به کشور دیگر متفاوت هست، به این معنا که نظام های اقتصادی که فعلا در کشورها جریان داره ترکیبی از هر دو هست، هم نظام سرمایه‌داری و هم نظام سوسیالیستی، اما تفاوت میکنه که کدام کشور بیشتر سرمایه‌داری هست و کدام کشور بیشتر به سمت سوسیالیستی میل داره. به طور مثال کشورهای مانند کره شمالی و کوبا به اقتصاد سوسیالیستی نزدیکتر هست نظام های نه، در حالی که کشورهای مانند سنگاپور و هنگ کنگ با معیارهای اقتصاد بازار همخوانی بیشتری دارند. و در نهایت نظام اقتصاد اسلامی هست. البته بسیاری از اقتصاددانان این به عنوان نظام اقتصادی جدا به حساب نمی آورند. بنای نظام اقتصاد اسلامی بر سه پایه استوار هست. اصل مالکیت به صورت مختلط هست، یعنی هم دولت در اون نقش داره هم نهادهای خصوصی. اصل آزادی اقتصادی در چارچوب معین، مردم آزادی اقتصادی دارن، شرکت ها آزادی اقتصادی دارن، اما در یک چارچوبی که معین شده و او چارچوب در محدوده ارزش های معنوی اخلاقی و همچنین عدالت اجتماعی هست. ما کلیتی از نظام های اقتصادی آشنا شدیم با او. بحث بعدی ما ثروت هست. اگر خواسته باشیم ثروت تعریف کنیم، از نظر اقتصاد ثروت موجودی کالا و خدمات در یک نقطه از زمان می باشد، مشروط بر آن که این کالاها و خدمات دارای چهار ویژگی باشند. هر زمانی که کالاها این چهار ویژگی داشت، ثروت هستند. ویژگی اولی هست که قادر به ارضای خواسته‌ها و نیازهای مردم باشند. کالا باید بتونه یک نیازی مرفوع کنه، یک خواسته مرفوع کنه. دوم، دارای ارزش باشه، ارزشمند باشه. سوم، عرضه آنها محدود باشه، در اختیار همه قرار نداشته باشه. سوم، تحت تملک باشه، یک مالکی داشته باشه کالا. هر زمانی که یک کالا ای چهار ویژگی داشت، یعنی اینکه در ابتدا قادر باشه که این کالا خاصه یک نیاز مرفوع کنه، دارای ارزش باشه و عرضه او محدود باشه و همچنین تحت تملک باشه و مالکیتی صورت بگیره، ثروت گفته میشه به کالا. در مجموع سن و مالکیت ثروت هست. ثروت میتونه شخصی باشه، شخصی مانند جواهرات، موتر، کتاب، کتابچه و تمام چیزی که در اختیار یک فرد باشه. نوع دیگری از مالکیت ثروت، ثروت تصدی ها هست. ثروت تصدی ها مثل مواد خام، مثل ماشین‌آلات، مثل ساختمان کارخانه ها، اینها همه ثروت تصدی ها هست. ثروت تصدی ها هر چهار ویژگی که ما در مورد ثروت گفتیم دارن، اما با یک تفاوت. ما اولین ویژگی که در مورد ثروت گفتیم، گفتیم که باید قادر باشه که یک نیاز و یا خواسته را از ما برآورده کنه. تصدی ها به طور مستقیم نمیتونن نیاز ما رو برآورده کنن، اما ابزاری رو تولید میکنن که او ابزار قادر هست نیاز ما رو برآورده کنه. به طور مثال ماشین‌آلات به طور مستقیم قادر نیستن که یک نیاز رو از ما مرفوع کنن، اما این ماشین‌آلات چیزی رو تولید میکنند که او قادر هست که نیاز ما رو برآورده کنه. تراکتور خود یک ثروت تصدی میتونه باشه. تراکتور به طور خاص به طور مستقیم نمیتونه نیاز ما رو برآورده کنه، اما قادر هست که محصول زراعتی برداشت کنه که او محصول زراعتی قرار هست خواسته ما رو برآورده کنه. به همین منظور هست که خیلی از اقتصاددانان خود تصدی ها ثروت نمیدونن، بلکه او رو به نام سرمایه یاد میکنن. خیلی از اقتصاددانان به طور مثال مارکس بین ثروت و سرمایه تفاوت قائل میشه و به این عقیده هست که ثروت او چیزی هست که مصرف میشه، ظرفیت مصرفی داره، اما سرمایه ثروتی هست که در گردش هست، خودی باعث تولید میشه. بسیاری از اقتصاددانان ثروت تصدی ها سرمایه به شمار می آورند.
نوع دیگری از ثروت، ثروت اجتماعی هست. ثروت اجتماعی مثل پارک ها، مثل مکاتب، مثل کتابخانه است که در اختیار همه قرار داره و به عنوان ثروت تمام افراد جامعه تلقی میشه. فصل دوم، اقتصاد زراعتی. ما تا حال هر چه که خواندیم کلیات و اساسات علم اقتصاد به طور کل بود. از این به بعد هست که ما وارد خود مبحث اقتصاد زراعتی میشیم. اگر بخوام یک تعریف خیلی خلاصه و کلی از اقتصاد زراعتی به دست بدیم، میگیم علم اقتصاد علمی است که تطبیق قوانین اقتصادی در حوزه زراعت مورد مطالعه قرار میده. تطبیق قوانین اقتصادی در حوزه زراعت. اما اقتصاد زراعتی چه جنبه های مورد مطالعه قرار میده؟ یکی از جنبه های مهمی که اقتصاد زراعتی به او میپردازه جنبه تطبیقی او هست. به طور مثال ما راه حل هایی در مورد مشکلات و مسائل دهاقین مطالعه میکنیم و جستجو میکنیم و او را انتقال میدیم به خود شخص دهقان یا زارع و او تطبیق میکنه و مسئله او حل میشه. یکی از جنبه های علم اقتصاد جنبه تطبیقی هست. پس همچنین در این ساحه رابطه زارع با دیگر شقوق نظام اقتصادی مانند مارکت محصولات، سیستم مالی گذاری، صنعت و تجارت نیز بیان می شود. یکی از جنبه های دیگر این هست که رابطه خود دهقان با جنبه های دیگری از اقتصاد مورد مطالعه قرار میده، مثل مارکتینگ، مثل مالی گذاری و غیره. اقتصاد زراعتی جنبه تشریحی نیز دارد. به طور مثال مطالعه اشکال حقوقی بهره برداری از منابع، اوضاع و شرایط کار و زندگی زارعین و تأثیر ماشینی شدن بالای عواید و کار زارعین و بالاخره اقتصاد زراعتی توضیح کننده آن است که پالیسی و پروگرام های حکومت و سیاست اقتصاد ملی در مورد زراعت چگونه می باشد. اگر خواسته باشیم خیلی خلاصه بگیم، یکی از دیگر جنبه های اقتصاد جنبه تشریحی او هست. او به تشریح اوضاع اقتصادی زارعین میپردازه، به تشریح پالیسی های حکومت در قبال زراعت و غیره میپردازه. اما یکی از هدف های اقتصاد زراعتی که خیلی ها او مورد قبول دارند عبارت است از افزایش کارایی در زراعت. اگر خاطر شما باشه ما در تعریف خود علم اقتصاد گفتیم که انسان ها با کمبود منابع روبرو هستند. خود اقتصاد زراعتی با توجه به این موضوع سعی میکنه که از ابزار تولید و عوامل تولید بیشترین کارایی و بیشترین بهره رو ببره. از هدف های مهم اقتصاد زراعتی پس افزایش کارایی از عوامل تولید هست. خود علم اقتصاد با چه مسئله ها و مشکلاتی روبرو هست؟ با توجه به اصل قانون کمیابی هر یک از جامعه با سه مسئله عمده اقتصادی روبرو هستند. این سه مسئله چی هست؟ کدام اجناس و خدمات به کدام پیمانه و اندازه باید تولید شوند؟ گفتیم که ما بر اساس توجه به اصل قانون کمیابی داریم این مورد بررسی قرار میدیم. قانون کمیابی با ما میگه که منابع ما محدود هست. بناهن با توجه به این که منابع ما محدود هست، خود علم اقتصاد با سه مسئله عمده روبرو هست. نخست این هست که کدام اجناس و خدمات به کدام اندازه و پیمانه باید تولید بشن. این اجناس و خدمات به کدام روش ها باید تولید بشن. طریقی. و چطور اجناس و خدمات تولید شده بین مردم توزیع و عرضه بشن. سه مسئله عمده ای که در خود علم اقتصاد هست این هست که کدام اجناس باید تولید بشن، چگونه باید تولید بشن و چگونه در اختیار مردم باید قرار بگیرند. به عنوان فعالیت صنفی از نظر شما مسئله ها و مشکلات اقتصاد زراعتی چه موارد می توانند باشند؟ ما مسئله های اقتصاد به طور کل گفتیم، اما خود مسئله های اقتصاد زراعتی شما برین پیدا کنید به عنوان فعالیت صنفی. جلسه سوم همینجا ختم میشه. ما ختم جلسه میرسیم و به روال جلسات قبل تعداد سوال در مورد جلسه ای که امروز داشتیم مطرح میشه. شما با پاسخ دادن به این سوالات به طوری میتونید خود رو مورد ارزیابی قرار بدین که چقدر از درس امروز بهره بردین و سود بردین.
سوال اول میگه که نظام اقتصاد سوسیالیستی و سرمایه‌داری رو با هم به نوع مقایسه ای توضیح دهید. بگین که نظام سرمایه‌داری چی هست و نظام سوسیالیستی چی هست و در مقایسه با هم اینا رو تعریف کنید. ثروت را تعریف نمایید. اقتصاد مختلط چه نوع نظام اقتصادی است؟ ثروت تصدی ها را توضیح دهید. و سوال آخر، اقتصاد زراعتی را تعریف نموده و اصلی ترین هدف او را بیان کنید. جلسه سوم همینجا ختم میشه. خدا نگهدار، خسته نباشید.